آقای این نزدیکی روابط سعودی با ترکیه با چه هدفی صورت میگیره با نگاهی به پیشینه روابط این دو کشور؟ به نظر میرسه که منافع دو کشور حالا چه به لحاظ رابط دو جانبه و چه به لحاظ منطقه‌ای ایجاب میکنه که این دو کشور با هم دیگه رابطشون رو بهبود ببخشن. البته این رو باید در نظر داشته باشیم که ترکیه از حدود بیش از یک سال پیش وارد فاز نرمال سازی عادی سازی رابطش با کشورهایی شده که قبلا باش مشکل داشته، از جمله امارات، عربستان و اسرائیل. دلایل مختلفی داشته برای ترکیه، مثلا اون توافقات ابراهیم که عملا ترکیه رو کنار میگذاشت و عضو نبود، بحث تشکیل فروم گازی مدیترانه شرقی بود که باعث میشد ترکیه ایزوله بشه، یعنی منزوی بشه، و حالا بحث اون تغییر رویکرد سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به ترکیه و مشکلات اقتصادی در ترکیه، یعنی نیاز ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی، اینا از طرف ترکیه باعث شده که وارد فاز عادی سازی رابط با عربستان بشه. عربستان هم به لحاظ اقتصادی نیاز داره که به هر حال رابطشو با کشور منطقه از جمله ترکیه بهبود ببخشه، و البته بالانس کردن جمهوری اسلامی در منطقه از طریق حالا ترکیه. یک سری در واقع شاخص‌ترین مرحله عادی سازی رابط بین ترکیه و امارات صورت گرفت. فکر می‌کنم چیزی شبیه اون رو به لحاظ اقتصادی ترکیه می‌خواد در رابطش با عربستان جستجو بکنه، و به خاطر همین عملگرایی بود که به نظر میرسید که ترکیه تصمیم گرفت اون پرونده در واقع قضایی جمال خاشقچی رو در واقع تحویل عربستانی ها بده. این نکته رو بگم که چون عربستان، این خیلی مهمه که چون ترکیه عملا از طریق عادی سازی روابطش با امارات، عربستان و اسرائیل در واقع کنار اینها قرار میگیره، میشه گفت ترکیه عضو دیفاکتو، عملا عضو توافقات ابراهیم شده، و این به نظر من به این معناست که هم عربستان هم ترکیه جمهوری اسلامی رو یک خطر جدی‌تری برای خودشون میبینن تا اینکه درگیر اختلافات دو جانبه بخوام بشه. از طرفی هم این سفیر جدیدی که ایالات متحده منصوب کرده در ریاض گفته شده که از طرف بن سلمان ممکنه توهین تلقی بشه. دلیلش چه هست؟ چرا سعودی سفیری با پیشینه یه روابط نظامی رو ترجیح میده، و آیا این رو میتونیم نشانی از سردی روابط دو کشور بدونیم؟ این گزینه آقای بایدن، مایکل راتنی، خب که حالا برای تصدی پست سفیر آمریکا در ابوظبی انتخاب شده، خب به نظر میرسه که در واقع به نوعی مورد پسند عربستانی قرار نخواهد گرفت، به خاطر اینکه اساسا به طور سنتی عربستانی ها یک فرد نظامی داره سابقه نظامی رو ترجیح میدن، مثل فردی مثل جان ابی زید، یعنی سفیر آمریکا که بین 2019 تا 2021 سفیر بود در عربستان، یا جوزف استفال و یا حتی سلف او جیمز اسمیت، همه اینا سابقه نظامی داشتن. چرا برای عربستانی ها این مسئله نظامی داشتن سابقه نظامی مهمه؟ چون اگر این افرادی انتخاب بشن که داره سابقه نظامی هستن، بر اهمیت روابط تاریخی و استراتژیک عربستان و آمریکا در واقع اون رو پررنگ‌تر میکنه. ولی چون عربستان و آمریکا واقعا الان دچار تنش هستش روابطشون، اینکه یک فرد دیپلمات در واقع انتخاب میشه تا یک فردی که داره سابقه نظامی باشه، به نظر میرسه که اون سطح روابط عربستان و آمریکا رو در واقع به نوعی کاهش میده. و این رو هم به نظر داشته باشیم که چندی پیش آمریکا قطر رو به عنوان همپیمان غیر در واقع خارج از ناتو برای خودش انتخاب کرد. برای میشه گفتش که عربستان دل سرد هست از آمریکا به خاطر این تحولات، و به نظر میرسه که این مسئله خیلی مهم هستش در تحولات منطقه‌ای.